پینک بال فیلمی درباره رابطه. دو شخصیت فیلم جنا و لیون هستن که نقش جنا رو تاتیانا ماسلانی بازی میکنه و نقش لیون رو جیدو پلاس. در آغاز ماجرا جنا دانشجوی جوان رشته مد و لیون دستیار عکاسی و دیجیه. So you're still sort of in a honeymoon phase, would you say? I don't think that's a phase. You're so much better than this, Leon. I want you to do the thing you want to do. Whatever phase you are in, I'm sorry, but it's going to end. I don't think because I'm a good person at stuff that I'm going to be a good mom. فیلم 6 صحنه است که هر کدوم 1 سال از زندگی این دو رو نشون میده. 6 سال پیاپی از زندگیشون رو. ولی داستان به صورت غیر خطی روایت میشه و طوری طراحی شده که انگار مرور خاطراته. Ladies and gentlemen, presenting Miss Jenna. What's your last name? Delancey. Miss Jenna Delancey. And as they evolve through. همینطور که رابطه این دو پیشرفت میکنه، جنا در کارش موفق و موفق‌تر میشه. اعتماد به نفس پیدا میکنه و تهیه کننده مد میشه، ولی لیون سر همون کارهاش میمونه. و امیال و خواسته هاش به سمتی تغییر میکنه که دلش میخواد تشکیل خانواده بده و بچه دار بشه. Want a kid from inception who you can raise in your own image and who will just adore you. That's what you that want. Sounds pretty good. And you'd call him Leon as well. You'd be like, that's Leon. But the problem is if we have a kid, the kid's gonna adore you. Because you win at everything in life. The troubles with having the non-linear structure was that. مشکلی که روایت غیر خطی ایجاد می‌کرد این بود که چون هر صحنه سال متفاوتی از زندگی این زوج بود، ممکن بود گیج کننده بشه و باید کاری می‌کردیم که تماشاچی بفهمه الان توی کدوم سالیم. اینی که برای هر سال یه زبان تصویری و سینمایی خاص انتخاب کردیم. مثلا سال اول که سالیه که عاشق هم میشن، تصویر 3:4 و کلوزآپ خیلی بیشتره. چون وقتی آدم عاشق میشه فقط معشوقش رو میبینه. اینه که توی سال اول کلوزآپ صورت و اعضای بدن زیاده. عمق میدان رو هم کم کردیم که همه چیز خیلی نزدیکتر به نظر بیاد و به تصاویر حس و حال قدیمی‌تر فیلم رو دادیم که رمانتیک‌تر باشه. دوربین هم سردسته که این در کنار ادیت غیر خطی و پر از جامکات فضا رو پر انرژی تر کرده. To complement what I knew would be lots of non-linear jump cuts. I don't want to alarm you, but I saw your teeth. My teeth are so bad. Okay, no, I shouldn't get too excited. Don't. Okay. There's no better photo shoot than this one. Yeah. Wait, where are you going? I don't like it back here. You don't like it back there. What's gonna happen? من چون از بازیگری به کارگردانی اومدم، میخواستم برای بازیگران فضای ایجاد کنم که بتونن به بهترین شکل بازی کنن. Get the best performances possible. Tired. Let me make the checklist. And tired. I'm the one who's been working all day, and what about hungover? Let's go with that one too. And I make dinner then for you. من موضوع و تم صحنه ها رو دقیق نوشته بودم و از بازیگرام میخواستم که 1-2 ساعت قبل از گروه فیلم برداری بیان. با هم راجع به صحنه ها و تجربیات خودشون حرف می زدیم و بعد اونا شروع به بداهه سازی می کردن و من در بداهه پردازی ها هدایتشون می کردم. نهایتاً صحنه ای خلق می شد که همونی بود که می خواستم، ولی با بیان خاص خود بازیگرا. وقتی بازیگرا در تألیف اثر شریک باشن، شخصیت متعلق به خودشونه و بهترین بداهه ها خلق می شه. بازیگرا مجبورن گوش بدن و در لحظه فکر کنن و زندگی کنن. و این باعث میشه که توی صحنه های از پیش نوشته شده هم بهتر باشن. I love you. Okay. We're okay, right? Yeah, of course we're okay. Okay. فیلم برداریمون قرار بود 10 روز باشه، ولی تو یکی از اون روزها طوفان شد. توی 10 روز فیلم برداری از دست دادن 1 روز میتونه خیلی گرون تموم بشه. صحنه پرتنش آخر فیلم رو قرار بود توی 1 روز ضبط کنیم که در نهایت فقط 2-3 ساعت برای فیلم برداریش موند. صحنه ها رو به خاطر ریش جی از آخر به اول گرفتیم. با صحنه هایی که باید ریش میداشت شروع کردیم و عقب رفتیم. Just 2 seconds. Okay, here it comes.
فکر میکنم در فیلم پینک وال یه جور انرژی طبیعی و وحشی هست که زاده تصمیمات غریزیه که ما مجبور شدیم در لحظه بگیریم. این تصمیمات لحظه‌ای باعث اشتباهات عالی هم میشه. اشتباهاتی که گاهی باعث میشه صحنه‌ها حس واقع‌گرایانه تری بگیره. Making something feel very real. I'm a demigod. Yes. What happens next? I don't know. What do you want me to do? I have. It's not me. Tell me what to do. I will never tell you what to do. I'm just here to witness.